مشتاقیم به اطلاع بینندگان عزیز تلویزیون پارس برسانیم که آنجلو طالبی و تیم بیورلی هیلز فاینانشال پلنرز هر سه‌شنبه از ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس علاوه بر تحلیل اوضاع اقتصادی آمریکا و جهان با راهکارهایی برای بهداشت مالی و خوشحالی بیشتر در خدمت شما عزیزان خواهند بود. درود به بینندگان عزیز تلویزیون پارس. آنجلو طالبی هستم. الان داشتم این تبلیغ قبل از برنامه اولین بار بود، یعنی خیلی وقت ندیده بودمش. دفترمون نشون میداد مباحث کارهایی که داریم در دفترمون انجام میدادیم نشون میداد. قبل از این برنامه شروع بشه آقای اسی سپاسگزارم که اینو برامون گذاشت. امروز 4 جون 2024 هست و از لس آنجلس کالیفرنیا تارزانا، به طور دقیق فکر کنم تارزانا هستیم چون آفیسشون آفیس عوض شد. این تبلیغ خدمت حضورشون، کارهایی که میکنیم و چند تا ایده رو براتون میگم. وقتی که الان این تبلیغ من دیدم گفتم بهتره که یه تکراری بکنیم از اینکه ما چی کار میکنیم در دفترمون و بنده چه خدماتی در دفترمون هست که به دردتون به دردش بعضی افراد بخوره. از پنج می 1980، 44 سال پیش، از کنزاس سیتی میزوری بنده شروع کردم که ام بی ام رو گرفته بودم تو فایننس و البته از 79 شروع کردم، ولی زمان هاستجم بود یادم میاد ببخشید. تا به حال بنده CFP شدم، Certified Financial Planner، همچنین RIA Registered Investment Advisor، و دیگه فلوشیپ های دیگه هم مختلف هم بود. استادی هم در هارورد یونیورسیتی تو نورو اکنامیکس، چون بعد این مدت من متوجه شدم پول فقط عدد نیست، اون چه در نورو سیستم، سیستم عصبی هم تأثیر میذاره. برای من خیلی جالب بود این 2004 شروع شد. من 2005 اونجا اولین سرتیفیکیت می گرفتم و بعدم 2011، و به هر جهت در این 4 سال خیلی اشخاص دیدم. تجربه و تخصص ما، من فقط میتونم بگم به خاطر پیشینه تحصیلی خودم و بچه هایی تو آفیس هم که همه فایننس میجرن، همه هم گراجویت شدن، بیشتر کسایی تو آفیس ما هستن رشتهشون فایننس بوده. فایننس یعنی مکانیزم پول بدین ترکیب، چون وقتی میگیم پول، پول های مختلفه و غیره. ما میبینیم که امروز بازار سهام آمریکا از هفته پیش تا به حال، همیشه شما لغت رکورد رو میشنوید که رکورد میشکن، رکورد چکن، و این بسیار خوب بوده به خاطر اینکه درآمدهایی که اومد بیرون، کاهش نفت، نفت به 73 دلار حتی پایین به 73 دلار رسید، فکر میکنن که شاید بالای 100 دلار و غیره هم بره که نرفت، اونم به خاطر اوپک و همچنین کم شدن و سپلای زیاد. یعنی نفت الان تو دنیا سرپلاسه، یعنی هر روز که میخرن هنوز اضافه هم میمونه. فقط تنجایی که کاهشش بدین ترتیب محسوس در کره زمین در ایران باشه، چون من دیدم شاید سب طولانی بود و اون خیلی سیستم اسفنگیزیه، ولی اونایی که میخوان درستش کنن، وقتی من نگاه میکنم برنامه رو بعضی وقتا، به نظر من اینا همه رو بذاریم با هم، فکر نکنم یه دبیرستانی تو آمریکا یا دبیرستانی ایران شاید از همشون بیشتر سواد داشته باشه با هم دیگه. و این نکته رو گفتم به خاطر اینکه یک سیستم سرمایه پول در کره زمین یه نوع مدیریت میخواد، همینطوری که ما میبینیم تورمی که دو دنیا اتفاق افتاد، البته تو آمریکا هنوز هست، نمیشه انکارش که هست،
مهار کردنش سخت، اگه این کارم نمیکردن شاید خیلی بیشتر میشد. یعنی قیمت ها وقتی شما میگیم فرزن گروشی و شور با $100 مثلا چقدر میتونیم بخریم در مقایسه با پارسال. اینو بهش میگن تورم. تورم وقتی شما میگیم بیرون هم مغازه بیشتر خرج کردیم و کاهش نفت هم مقدار کمک کرد به بازار، انتظار درآمدها و این نکته دیگه. این شاخص ها اوریب دارن، اوریبشون اینه که در محاسبات مثلا 30 تا اگه سهم هست یا 500 تا سهم، مثلا S&P 500 500 تا سهم کمپانیه که با هم میانگینش میشون عددی که شما میبینید، ولی بعضی وقتا مثلا 4 تا استاک 5 تا سهم از 495 تا بقیه بیشتر اثر میذاره. همینطوری که ما دیدیم وقتی که مثلا کمپانیای چند تریلیون دلاری مثلا اپل، گوگل، مثلا همین انویدیا که این کمپانی از چند صد میلیارد شد بیشتر از فکر کنم 2 تریلیون دلار الان. بنابراین باید در اون عددی که میگه رکورد چیکون، اینطوری نیست که تمام قسمت های مختلف اقتصادی 11 تا سکتور که آمریکا هست، 11 تا بخش اقتصادی هست که اونا رو کنین همشون این اتفاق نیفتاده. بهره رو میبینیم که 4 ماه است 300% بهره 10 ساله و این هم یه مقدار همون که بالا نره خوبه، چون وقتی بالا میره قیمت باند ها میاد، ارزش اوراق قرضه میاد پایین و این برای کسایی که ببخشید باند هولدر هستن، یاش من یادتون باشه من یه الرژی دارم بعضی وقت نور چیز هست سیمای نزیاد هست اینطوری میشم بعضیت بالا امیدوارم اینو به شوخ طبیعی من در حال حاضر ببخشید. برای همین یک اوضاعی هستش که شما میبینین که از اروپا که چقدر سخته برایشون اوکراین رو وارد نیتو بکنن، جنگی که الان از روسیه داره، تهاجم روسیه که داره قوی تر هم میشه، تهدید پوتین از اینکه کشور دستش هم اینجوری کرد، کشورهای کوچیکی هستن که جمعیتشون زیاده، یعنی تصرف کشورهای دیگه حتی به خاطر اینکه اوکراین سلاح آمریکا استفاده نکنه، آمریکا به اونا اسلحه نده یا اروپا، بعد اروپا که عدم توافق برای اینکه اوکراین بیاد توی نه، بعد شما دیگه در اون قسمت هم که میبینین جنوب لبنان در همون مرز مشترک اسرائیل و لبنان حزب الله، بعد از این بعد میایین حماس، رفح، وست بنک، غزا، بعد میبینین که اولین بار تایوان شما به طور خیلی واضح جتهای چین رو میبینین که یعنی تو تایوان خود مردم فیلم یعنی با آیفونشون گرفتن و کشتی های بسیار بزرگی که اونجا چینی ها دارن. اون هم این مسئله دیگه است. برای همین من امسال یادم از اول سال گفتم سال بحران ها، ما بحران زیاد میبینیم و نامعینی که چه مثلا برای خود کشور عزیزم ایران یا الان تو آفریقا طبعا 18 تا انتخابات کشوری است برای حالا یا پرایم مینیستر یا پرزیدنت، نخست وزیر یا رئیس جمهور. بعد تا انتخابات نوامبر اینجا خیلی داغ خواهد شد و ما جایی هستیم که خیلی فرق بین احزاب هست اینجا و میتونه خود اونم یه مقدار بازار رو گیج کنه. دلیلی که اینا رو گفتم اینی که شما اگر استفاده هایی در این حساباتون دارین خوبی یه مقدار رو و مثلا تو بازنشستگی تو شما میخواین مطمئن باشین دیگه یه زمانی تو زندگی که بازنشسته میشین اون 401k که دارین یه دفعه پایین نیاد. و اینا خواستم بهتون بگم. بس اگه شما برای این کارها میتونین با آفیس ما زنگ بزنین 310-205-9000. ولی یه نکته است که نخواستم تا آخر سال صبر کنم و گفتم بهتره امروز راجع بهش صحبت کنیم. مالیات 2024
اگه مالیات شما خیلی کم میدین، خوب حتی خیلی کم مالیات بدین، بدونین که چه رده های مالیاتی هستش. امروز سامی از چه آفیس ما و آقای اسی هم که معرف حضورتون هست، رئیس اتاق فرمان اینجا هستش، برای ما اولین جدول، جدول یا تیبل 2024 مالیات رو نشون میده. اون بالاش نوشته 2024، از چپ به راست نوشته که سینگل اگه هستین، ازدواج اگه کردین، یعنی با همسر و همدیگه، یا ازدواج کردین ولی جداگانه مالیات میدین، جداگانه مالیات میدین. و آخری هم head of the household، یعنی حالا سینگل فادر هستین یا سینگل مادر هستین یا پدر مادر مواظبت میکنید اونا. حالا من بیشتر راجع به این که زن و شوهری که با هم دیگه جوینتلی با هم دیگه 0 تا $23,200 10% اون درصد رو میبینید. من 0 تا $23,000 من وسطی دارم میگم که نوشته married filing jointly، یعنی زن و شوهر با هم دیگه اونو. شما میتونید اگه خودتون هم چیز دیگه هستین، سوستون های دیگه من دارم میگم، اون بقیه هم خودتون نگاه کنیم. بعد میشه 12% از 23 تا 94 بعد 94 تا همین چه میبینین اون برکت 201، بعد همین چه این برکت میره آخرینش هست 37% که وقتی که 500 شد و خورده $1,000 در میسازین، و یعنی اون چیزی که باقی میمونه اینقدری که باید روش مالیات بدین. من گفتم این برکت رو ببینین، و اگه شما فرزن دیگه وارد 24% دیگه از اونجا به بعد، شما مطمئنن باید تکس پلنینگ انجام بدین. اگر نه ببین چه مالیاتی چند درصد. این فقط فدراله، ایالت، چون هر کسی جایی زندگی میکنه، مثلا کالیفرنیا 12.5% اضافه است، یعنی شما 37 بزن به 12 فکر کنم 9 میشه که میشه 49.9، یعنی آخرین برکت میشه 50% از اون درآمد بعد از اون. چون وقتی مثلا میگیم کسی $50,000 مثلا اگه بسازه به ترتیبه که 11,000 اول اونقدر درصد میده، 39,000 دوم اونقدر درصد میده، یعنی بر همه این درصدها وقتی بیشتر هستش شما تو برکت یا اون درصد بیشتر میدین. بر همین اگه هر کاری که شما کنید اون درصد و اون درآمدتون بیاره پایین، نه تنها مالیاتتون کمتر میکنه، به جز اون شما رو تو برکت لور، یعنی درصدهایی پایین تر میایین. امیدوارم متوجه شده باشی. این تلفن‌ها باز هستن، اگه خواستین زنگ بزنید میتونید، شماره اونجا هست که میتونید توجه بفرمایید اگه سوالی دارین راجع به صحبتایی که میکنم و غیره. حالا اینکام تکس وقتی شما باید بدین، حالا شما یا W2 میگیرین، W2 یعنی چه؟ کار میکنید، حقوق میگیرین، بشمین W2، مثلا هر 2 هفته به شما اینقدر میدن، بعد یه چیز هم کم میکنن، بعد مالیات، برای اگه بیمه ای درش هست اینا همه رو کم میکنن، به شما اون خالص رو به شما میدن، و بعد شما مالیات رو، اون مالیاتی که برای فدرال میدین، شما آخر سال میتونید استفاده کنید برای پرداخت مالیاتی که باید بپردازین. اگه اضافه بذارین میگن بخوای کش بد پس بدیم، یا میتونید بگی برای سال دیگه. وقتی شما میگید من پول پس میگیرم، این سوال بعضی میگم پول پس میگیرم، نه، شما چون مالیات اضافه تر دارین این اتفاق افتاد. شما میتونستید اون کش پوختون برمیدارن رو کمترش میکردین، حالا اضافه هم دادن بعد نیست، آخر سال بالاخره خوشحالتون میکنه، شما میگین یه پولم. چون بعد یه خانمی گفت نه تنها پولی ندادیم پس هم گرفتیم. گفتم نه، شما پول اضافه داده بودین، اون اضافه است که بهتون پس دادن. بعد میریم اینجا، وقتی شما اینکام تکس هست، حالا چه کارهایی هست اگه شما W2 نگیرین، یعنی جایی کار نمی کنین، حالا ممکنه کمپانی خودتون زدین، ها
حالا اس کورپوریشن تنهایی هستی، ال ال سی یونو پارتنرشیپ، هر چی هست، این اصلا اسمی نداره کمپانیتون، خودتون یه مغازه دارین و به اسم خودتون پولی که میگیرین آخر سال روش مالیات میدین. حالا برای اونایی که حقوق نمیگیرن و برای خودشون کار میکنن، قوانینی هست که این قوانین بسیار عالیه، چون برای کسایی که حقوق میگیرن نیست. کسی که W2 میگیره خیلی کارهای کمی در کاهش مالیاتی میتونه انجام بده، و اونایی که برای خودشون کار میکنن بر جد آمریکا بر اساس این به وجود اومده که بزنس رو بیشتر شیوع بده در مردم که خودشون بزنس داشته باشن، برای همین خیلی از نظر مالیاتی میتونه انجام بدن کارهایی که بقیه انجام نمیدن. برای امسال اگه شما بزنس خودتون رو دارین یا فرزندانتون، اگه شما کسی که این برنامه رو نگاه میکنه یا آشنایی داره، چون مطمئنن به اونا کمک میشه. من چیم به شما میگم در قوانین مالیاتی دولته. برای امسال شما میتونید یه حساب باز کنید، هر سال میتونید توش پول بذارید. امسال تا 69,000 دلار میتونید بذارید تو حسابی که میشه SEP، Simplified Employee Pension Plan، SEPP. این که شما فرضاً خودتون همسرتون هستین، اگه ایمپلوئی زیاد دارین شاید این درست نباشه، ولی برای کسی که خودش حالا 1099 میگیره، ساب کانترکتر، یا یه کمپانی داره خودش برمیداره ایمپلوئیاش، هم حالا یه طور دیگه ای یه کمپانی دیگه پولشونو میده. بعد برای شخصی که بزنس خودشو داره، سپ اینه که مثلا تو 401k شما جایی کار میکنید، شما یه درصدی از پولتونو میتونید بذارین توی 401k تون. اینجا هم شما 25% اون درآمدتونو میتونید بذارین. الان یه آقای بله اونجا فکر کنم بله اینم هست، اینم خود سایت IRSه. البته اگه بزرگتر کنی که خود منم ببینم خیلی خوب میشه، یعنی زومش کنی بزرگتر شه، اون نوشته SEP contribution، یعنی اون نوشته فکر کنم اگه بتونی زومش کنید آقای سمی که یه ذره بزرگتر نشون بده، ولی اگه دوستان میبینن اینو متوجه میشن. یعنی شما که آفرین اونا نوشته برای 2024 69,000 دلار. البته شما اگه مال پارسال هنوز برای پارسال اگه تکس 2023 انجام ندادین، هنوز هم میتونین سپ باز کنید برای پارسال. یعنی شما این خیلی تیپ خوبی دارم بهتون میدم، چون شما اگه پارسال هنوز مالیات برای مالیات تموم نکردین بفرستین، میتونین اگه شما بزنس دارین یه 66,000 دلار برای پارسال و 69,000 دلار امسال با هم دیگه بذارین هر دوتاشون. اینم وبسایت IRS، این شما خودتون میتونید ببینید. این نوشته سه لیمیت، لیمیت همون 69,000، 25% شما درآمدتون به طور کل تا 69,000 دلار. اوکی، اینم خیلی گفتم چیز خوبیه برای، چون به این فکر کنید اگه مثلا شما 40-45-50 هستین، اگه شما سالانی همچین پول یه جایی بذارین، از درآمدی که براتون میتونه تولید کنه در آینده بیخبرین واقعا هستین. چون بعضی این چون دوربرشون شاید کسی نبوده انجام بده، چون وقتی شما سالانی میذارین این پولا رو در حالا هر جایی خودتون دوست دارین بذارین و درست کار بکنه، مثلا شما اگه 45 هستین تو 20 سال شما اگه بتونین مثلا این پولا رو بذارین توی حسابی، در اون زمان شما بازنشستگی دارین که من فکر نکنم قابل توصیف باشه. جدی هست به حاضر، چون شما 20 تا بزنین حالا میشه 60,000، میشه 1.2 میلیون، و این یه ماهی که ماهی 2 میلیون حالا تو حسابایی هستن که برای پنشن حسابایی به خصوصی هستن،
اگه با خیلی خیلی کنسرواتیو بگیم بشه 3 میلیون از نظر رشد اینا، در اون وقت اگه شما 65 سالگی بگیم بر 3 میلیون 6% به شما در اون زمان درآمد بدن، این بهش میگن اینکام پرسنتج، این درصد، درصدی است از پول که شما درآمد مادام مادام میگیرین، تمام میشه چند 180 هزار دلار میگیره برای کسی که به هر 60 هزار دلاری که گذاشت 3 برابرش رو میگیره، 180 هزار دلار تا آخر عمر. بعضی این سوال اگه نبود، اگه خوب نبودن که قانون نمیذاشتن، مردم این کارو میکنن. من میدونم بیشتر ما خیلی مشتری ما خیلی هم درست چویس اول ریل استیته، ولی خب اون یه جایی برای خودش داره، بازنشستگی هم برای خودش یه جایی داره. این بازنشستگی فقط مستقلات بازنشستگی، مستقلات یک نوع سرمایه گذاریه و راجع به ریسک هم یکی دو نفر زنگ زدید، نگاه کنید ریسک یعنی خطر، به خطر افتادن اون سرمایه اصل پول، اون بشون ریسک. استاک مارکت ریسک داره، درسته؟ چون میتونه بیاد پایین، میتونه بره بالا. باند مارکت ریسک داره، چون این بهره بره بالا قیمت باند میتونه بیاد پایین. حالا میتونید شما تا مچوریتی صبر کنید، ولی از نظر قیمتی مثلا شما میگن 10 سال تریجری، یعنی اگه شما 10 سال صبر میکنید 4.33% امروز بود میگیرید تا برای 10 سال، خیلی واضح و خیلی ساده، اونم ریسک داره. حالا مثلا سی دی ریسک نمایانی نداره، ریسکش یواشکی ریسک میکنه، خیلی مرموز ریسکش، چون سی دی مهم نیست چه درصد مالیاتی هستین، بعد از مالیات و بعد از تورم مطمئنن قدرت خریدش کمتر میشه. شما مثلا سی دی 2 سال مثلا بزنین، 1 سال بزنین، اون 100 دلار در اون زمان قدرت خرید شاید مثلا 96 دلار باشه، بنابراین اون هم یه ریسکی داره. برای همین ریسک باید سنجش کرد، چون هر چیزی که درش نقطه ریسک باشه اون یعنی محساب یا اون کاری که شما میکنین بهش من ریسک. البته ریسک بدی نیست، ولی باید در یه قسمتی باشه که اصلا ریسک نباشه. مثلا شما تو سوشال سیکیوریتی تون ریسک نمیکنین، اینقدر پول خواهید گرفت آخر عمر. یا شما پنشن دارین میگیرین، ریسک درش نیست، شما پنشن تا آخر عمر میخواهید گرفت. و دوست داشتم این رسالم براتون بگم. بعد اگر شما حالا درآمد میسازیم و درآمدتون خیلی بالاست، یعنی بیشتر، یعنی 69 هزار دلار کاری براتون زیاد انجام نمیده، میخوام بیشتر باشه، بهش میگن دیفاین بنفیت پلان. که الان دیفاین بنفیت پلان یه بار دیگه میگم، اون بالا نشه IRS، میبینید من میخوام مطمئن باشین که از خود منبعش دارم با شما صحبت میکنم. حالا اینم بزرگتر انجام بدین، این یه ذره بزرگ کنین که من اینم قشنگ چون انجا درست نمیدمش اگه یک مقدار اونو اوکی. یادتون هستش که اون 3 بود 25% از اینجا شما 100% درآمدتون میتونین بذارین. وقتی میگم 100% در پولی که ساختین میتونین بذارین اینجا، و لیمیتش هم از تو 275,000 تو 2024-2023 کمتر بود و همون سال قبل هم نوشته. حالا این چیه؟ یعنی شما اگه فرضاً 700 تا درآمد داشتین، 275 تاش مالیات نمیدین. پس اگه کسی 50% تکس برکت باشه با همچین کاری، تمام 130 هزار دلار پس انداز کرد. چون اگه این کار نمی کرد 130 هزار دلار باید بیشتر مالیات میداد. به اینا میگن، من اینو الان متوجه شدم، به اینا میگن advance tax planning. advance tax planning وقتی شما مثلا اگه بیشتر حساب داری ازیتون میرین، شما وقتی مالیات زیاد میدین
انتظاری که برای شما بگن چجوری کم کنید، اون مطمئنه شما با یه تکس پلانر، تکس ادوائزر، ادوانس تکس پلانینگ، بشم ادوانس تکس پلانینگ انجام بدید. مثلا شما یه ساختمون فروختید خیلی استفاده بردین در یک سالی، لاتری بردین، یک کتاب نوشتین، هر اتفاقی افتاد، یه ساختمون فروختین، سهامتون رو فروختین، یه بار بعد مالیات زیاد بدین، اون یک چیز دیگه است، اون یک برنامه ریزی دیگه است. به این برای اینکام بود، برای اینکام تکس. امیدوارم این صحبت هایی کردم مدل یک نفرم استفاده کنه، من خوشحال خواهم شد، چون من اینقدر تکس ریترن یا میبینم که آخر میبینم چقدر کارا میتونست انجام بکنن که مالیات کمتر بپردازن. من حالا نخواد من زیاد بکنم، ولی جدی میگم خیلی به ندرت من اون کارهای مالیاتی دارم که تو 20 دقیقه نتونم بگم، تقریبا 20% میتونستن کمتر بدن با چند روشی که شما با یا حسابداتون بگید با کسی کار بکنه که میکنن یه تیم بعد جد. اگه با شما ما کار کنیم، من خیلی حسابدارا دوستم، خیلیش من میشناسن که اگه محل چه هستن، من با خیلی حسابداران کار میکنم. از نظر ما کار حسابداری انجام نمیدیم که براتون، ولی شما خوبه که مثلا هر دو سه ماهی ببینید چه چیزایی دیگه میتونه انجام بدین. بعضی اشخاص صبر میکنن، مثلا نیم ساعت مونده که باید تکس رو بفرستم، وقت میگه حالا چی کار بکنیم، چون اتفاق افتاده برای من بوده که خیلی عجله‌ای میان میگن حالا چی کار بکنیم. شما یه تکس پلانینگ رو اول سال بکنید، هم آرامش خاطر بیشتر خواهید داشت، هم کمتر مالیات خواهید داد، و همون پسندازه مالیاتی باعث میشه که شما رشد بیشتری در پول داشته باشین. چون شما این کلکولیتر رو نگاه کنید، اگه چی اول سال اول سال پول بذارین یا آخر سال همون پول رو بذارین توی حسابی، اون که اول سال گذاشتین خیلی بیشتر خواهد بود تو 15-20 سال. و این بسیار جالبه. بعد راجب یه نکته هم هست که الان بعد قسمت بعدی برنامه رو به شما میگم، چند تا جدول دیگه هم هست. نیا کنید شما چیزی بهش بین استیت پلانینگ، استیت پلانینگ یعنی که برای فرزندان چه کار اتفاق انجام بدین قبل از فوت، که بعد از فوتتون هر چیزی که شما دوست داشتین انجام بشه، اتفاق بیفته. بیمه استیت پلانینگ یعنی یک نوع برنامه ریزی که مالیات بر ارث رو کمتر کنید، اگه هدیه است مالیات بر هدیه رو کمتر بکنید، یه کاری کنید که بر بچه هاتون با کمتر مالیات برسه، خانمتون امن و امان باشه، و لطمه ای به اون یعنی موج یه طوفان نباشه برای خانواده بعد از فوت، چون خیلی چیزا هست که باید بپردازین انجام بشه. وقتی شما قبل از فوت این کار میکنی که مطمئن باشین همه چی به خوبی جلو میره، به طور کل به این میگن استیت پلانینگ. مثلا بعضی وقتا به من میگن من استیت پلانینگ انجام دادم، لیوینگ تراست دارم، نه اون پله اوله، یعنی شما مثل نردبان باشین پله اوله، همینجای پله داره که میرسین به اونجایی که قلهی که به یعنی شما کمترین خرچ های دارایی و بعد از فوت یا حتی در زمان زندگی خواهید داشت. مثلا شما اگر یه شما فرزند ثروت شما بگیم A و B، شما A و B، حالا اگه A شما A و B اگه تو دارایی شما رشد بکنن، شما باید بعد از فوت بچه های شما اگه مالیات هایی هست برای رشد AMB با همدیگه این کار بکنن. حالا اگه شما ایو بذاریم به اسم بچه هاتون، بچه ها برای اون بی فقط که رشد کرده باید مالیات بپردازن، بنابراین چون وقتی تو ثروت خودشون رشد بکنه مالیاتی نمیپردازن بعد از فوت، بعد از فوت شما اونا چیزو گرفتن بدون مالیات. مثلا من به
دوست عزیزی که دو تا پسر یه دختر دارن، فکرم 42 و 46 و 48 هستن، گفتم از صبر نکن که مثلا فوت اتفاق بیفته. از همین الان برای شما این، برای اینا یه حسابی باز کنید که تو اسم اینا رشد بکنه، خیلی برایشون بهتره و برای شما هم بهتره. به این میگن یه تکنیکی از استیت پلنینگ برای پرداخت مالیات کمتر. من فکر کنم گفت تکس الان داریم، درسته؟ یه جدول هست. اوکی، این هستش دوباره اون، من چند اینجا سخت دم دیدنش زده، اگه اونو زومش کنی که من ببینم چی هست. برجت فکر کنم این، بله، 2024، بله، شما امسال نفری $18,000 برای هر فرزند میتونید بدید که مالیات بر هدیه به این نمیخوره. 18,300 اصلا شما اگه پدر مادر یه فرزند دارین، $36,000 میتونین به هر کدوم فرزندانتون بدین. این $36,000 که گفتم 18,000، بله، این وقتی که اینو میدین، شما از نظر مالیات بر هدیه، چون گفتش شما تا یه اندازه میتونین بدین که مالیات بر هدیه رو ندین، $18,000 این رفتی به مالیات بر درآمد نداره. و حالا به شما خواهم گفت با این پولی که به شما فرزندانتون میدین چه کاری میتونین برای خود اونا و دارایی خودتون برای حفظش باشه. اینم از خود آیرسه که میبینین، و اونم نوشته گفتی که شما میدین بدون مالیات $18,000 در سال. خب من ادامه خواهم داد. خیلی حالا چرا من الان نشون دادم، شما اگه فرزند دو تا فرزند دارین، $72,000 میتونین به اینا بدین، و این $72,000 دیگه دارایی شما دیگه نیست، دارایی اونا میشه و حالا رشد میکنه. خدا اینه که بعد از فوت شما همسرشون، اون پول دست اونا سر روش بکنه بدون هیچ مالیاتی، چون در دارایی شما نبوده برای پرداخت مالیات بر ارث. برای پرداخت مالیات بر ارث هر چی که شما در درون دارایی شماست، یا شما درصدی از هر چیزی رو دارین، همه رو با هم بذارین، بر اساس اون بعد از معافیت های مالیات بر ارث شروع میشه. حالا اگر تو مالیات بر ارث شما نباید بپردازین، میگین این برای آدم های خیلی ثروتمنده، چون این معافیت ها در حال حاضر بسیار بالا هستن، چه از زمانی که پرزیدنت ترامپ بودن اینا رو اضافه کردن، و برای خیلی هم مالیات بر ارث ممکنه وجود نداشته باشه، ولی زمانی که فوت اتفاق میفته معلوم نیست معافیت ها چگونه باشه، یا اصلا چگونه قسمت مالیات بر ارث باشه. ولی یک چیزی مطمئنن هست، هر کسی تو آمریکا که خانواده دارن و قابلیت بیمه شدن دارن، یعنی سلامتی دارن، مطمئنن یکی از بهترین سرمایه‌گذاری که میتونن بکنن بدون هیچ به نظر شک و شبهه‌ای لایف اینشورنس، که بزرگترین ریشه تو آمریکا داره. هر چیزی که شما میبینین فرق آمریکا با روسیه، زمان گفتن اینجا همه خیالشون راحته، این شور، یعنی داخلشون شور حد مطمئنن یه چی ماشین رانندگی میکنن، هر چی هست، اینجا بیمه هست و راشه نبود، اعصابشون خورد بود. یه کشوری که بیمه‌ای درست حسابی ندارن، مثلا تو رانندگی ممکنه بیان بلند شن با هم کتک کاری کنن، تو اینجا ممکنه یه انتباهات شماره به هم رد و بدل کنن، دوست شن حتی. حالا یادتون باشه لایف اینشورنس در آمریکا صاحب تقریبا هر چیزی که شما ببینین، آخرش میرسیم به این جریان کمپانی لایف اینشورنس، به خاطر اینکه در قانون آمریکا تنها چیزی بدون حد میتونه به بچه ها خانواده برسه، اون پولی که از بعد از فوت از بیمه عمر میاد و هیچ حدی نداره، و اینکام تکس هم بهش نمیدین، نه استیت تکس میخوره نه اینکام تکس میخوره. مثلا اگه اتفاقی بیفته اون بیمه $1,000,000 $2,000,000 هر چی هست
به خانواده میرسه برای هر خرجی که باید بکنن. یکی گفت 1 میلیون، گفتم 1 میلیون خیلی زیاده اگر شما باید مثلا تو 1 سال 2 سال خرجش کنی، ولی باید روی اون تا آخر عمر زندگی کنی و اون وقتی که بنظر نمیگی اینقدر اون احساسه که 1 میلیون فکر نمی کنی، فکر میکنی چال برای شما مثل تو کوهنوردی میری، اگه شما مثلا آب دارین که نمیگه اینقدر آب داریم باید تا اونجا برسین، برای همین آب باید مواظبش باشین که چال نوشابه شما میخورین یا می نوشین. حالا این وای لایف اینشورنس این یه الان هم این هم این بسیار جالبه، این واقعا هست، نوشته protects your spouse، یعنی اون همسر، حالا چه مرد چه زن، فوت اتفاق بیفته اون که باقی مانده، children بچه ها from potentially devastating finance. اوکی به این فکر کنیم، مثلا اینکه باید مورگیج داره، آقای درآمد داشت، یه اتفاقی براش بیفته، اینکه چه اثری به اون همسر و بچه ها داره، دیوستیدین یعنی خیلی میتونه ناراحت کننده باشه، اصلا زندگیشون عوض کنه، مثلا به جایی که مدرسه باید میرفتن باید برن کار کنن، یا همسر که تا حالا خونه بوده باید بره دنبال شغل بگرده. و این یادتون باشه 135 سال تو آمریکا بیمه عمر هست و این به خاطر اتفاقاتی که میتونه به شما بیفته. It provides financial security. Financial security یعنی ایمن بودن و اون نگران نبودن از یه نوع خیال جمع شدن بودن هستشی خانواده خواهد داشت. Helps to اگه شما خرج هایی هست که برای اکسپنس هایی که لیوینگ اکسپنس برای مثلا همسر درآمد بیاد شه، یا یه بدهکاری هایی هست که باید پرداخته باشه، و اگرم زمانی باشه که خرج های آخری هست و مدیکال اکسپنسی یا برای خود اون آقا در اون زمان یا خانوم، و به طور کل خانواده رو نگه داره. این why life is important، اینه من به عنوانی من میتونید شما بدید. بله این برای میگم بهتون، شما با هر کیال کار میکنین اونش مهم نیست، ولی اگه شما در سنی هستین که اگه اتفاق بیفته درآمدتون قرض میشه برای خانواده مثلا 45-50-55 هستین، مطمئنا خوبه یک نوع بیمه داشته باشین که اگه اتفاقی افتاد اونا در امان باشن. این تعریف کلی بیمه است، ولی در 2024 شما میبینید جیمز وب رفته تو فضا، اون عکسایی که میگیره، اون ذره بینایی که داره که تا 250 میلیون سال بعد از بیگ بنگ هم حتی اونجا گرفت، عکس گرفت ازش هفته پیش، علمی که در سلفون افتاده، در ای آی افتاده، در بیمه افتاده، اتفاق افتاده، اصلا بیمه ای که 40 سال پیش بود بعد الان خیلی فرق میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه هر نسل از نظر دانش و آگاهی مالی بیشتر میشن. مثلا به نظر من دانش و آگاهی مالی هر نسلی بیشتر از اون قبلی است، به خاطر اینکه کامپیوترها بیشتر میشن، دسترسی به اطلاعات از آسانتر میشه. مثلا گوگل اگه نبود شما مقاسمین پایتخت تانزانیا کجاست، بعد میرفتین یه جایی میگشتین پایتختش رو پیدا کنین، حالا در یه ثانیه میتونین پیدا کنین. و این علم در بیمه هم اومد. حالا بیمه خوبیش اینه که حسابهایی هستش که شما وقتی پریمیوم میذارین یه مقدار اون حق بیمه است بهش میگن. حق بیمه اینه که اون خرج خالص بیمه برای اون سن شما هر ساله، و اگه میخوایم بدون علمش به احصائیه، علم آماره، ولی یک فاکتور دیگه هم از احتمال مردن probability and death and dying. مثلا امسال اشخاصی که 86 سالشونه احتمال فوتشون 1% بر اساس اون گروه 86 سالگان، و جدولی هم که از بزرگترین جدول توی وزارت آمار و کار آمار آمریکاست که به اینا میگن CSO table،
و اون تیبلایی هست که احتمالات می نویسه و اساس اون احتمالات کمپانی بیمه میاد میگن اینقدر خرجه که شما رو ما کاور بکنیم. بعد بقیه پولی که اونجا میذارین، پرمیری که میذارین، اونا برای شما شاخصهای مختلف میگیره و خوبی اون شاخصها اینه که پایین نمیان. من هیچ وقت راجع به شاخصی که میتونه بیاد پایین در این برنامه سوال نخواهم کرد. شاخص اینه که مثلا شما یه نمودار دارین که مثلا وزن شاخص نزدک بگیم 25% رفت بالا ولی میتونه 15% بیاد پایین. من شاخصهایی دوست دارم که وقتی میرم بالا هر ساله هر چی دارین قفل میشه و اگه شاخص ها بیان پایین بالا شما پایین نمیاد، مستقیم میمونه ولی پایین نمیاد. این شاخص خیلی خوب هستن مخصوصا در بازنشستگی و بیمه های عمر. اگه شما حسابایی دارین که یا فیکس خیلی کم به شما میپردازن یا اینکه وریبل میتونن بیان پایین، میتونید اینو نگاه کنید. هنوز از سالم هستیم میتونید اکسچنج بگن 1035 اکسچنج. این شما بعضی وقتا حسابتون میتونید عوض کنید به حسابی که شاید از اون بهتر باشه که شما 20 سال پیش گرفتید. و اینم که به شما میگم وقتی اکسچنج یا تعویض انجام میشه هم ایالت هم خود کمپانیای بیمه همه اینا باید اینو قبولش بکنن. برای من خیالتون راحت باشه. من چیزی که به شما میگم هیچ وقت پول در دست ما نخواهد بود براتون منیج بکنیم. ما ادوایز بهتون میتونیم بدیم و خودم اگر مثلا کمپانی هست مستقیم پول شما میره تو اونجا و شما ببینید که حتی سلز لودی هم وجود نداره، یعنی از پولتون چیزی کم نمیشه. چون بعضی وقتا مردم فاندز میخوان، میوچوال فاند اینا میخوان، یه فی میگیرن. و لایف اینشورنس خوبیش اینه که شما پولی که تو میزه کمپانی خودتون هستین میتونین یک مقدار مالیاتی هم کمتر از نظر مالیاتی پس انداز کنید. ولی خوبی لایف اینشورنس اینه که وقتی اون شاخص هایی که شما میگیرین وقتی میرن بالا بدون مالیات خواهد بود، نه تکسی فر بعدم باید مالیات بدین، میتونه بدون مالیات باشه برای همیشه اگر درست انجام بشه. مثلا یه بالاخره تو این بزنس من دیدم اشخاصی مثلا 35 سالشون بود الان شده 75 سالشون. البته من خودم 23-24 سالگی شروع کردم و این جولای هم میشه 70. وقتی که شما مثلا 45 بوده الان مثلا 75 30 سال حساب داره، حالا تو این حساب پولی که جمع شده بچه هم بزرگ شدن، میتونه از این برای خودش درآمد برداره و اون درآمد بدون مالیات مثل راث آیرا میمونه، هیچ مالیاتی رو اون برداشت نمیدین. بنابراین لیوینگ بنفیت هم هست، یه فعال اینه که شما فوت کنید در زمان زندگی هم بهتون کمک میکنه و اونم بسیار مهمه. الان بعضی حساب ها هستن خیلی کم هم هستن که شما مثلا میگین که کسی 2,000,000 دلار بیمه عمر داره، 1% اون که میشه 20,000 دلار در ماه میگیره تا 100 ماه اگه لانگ ترم کرش داشته باشه. این نه تنها بیمه عمره، بیمه بازنشستگی هم توشه و لانگ ترم کر هم توش هست. فاین برای اشخاصی که باید سالم فیزیکال اگه برایشون دکتر میاد معاینه پزشکی بکنن هیچ مسئله نداشته باشن. و آخرین کاربرد این بیمه برای اشخاص معمولی اینی که بیمه ای که برای اشخاص مسن‌تر هستن بگیرن، یه اتفاقی افتاد برای بچه ها یا بچه خون برای خانوم و میتونین، بعضی وقتا میگن second to die، یه وقتی هر دو فوت کردن و اون برای پرداخت مالیات بر ارث و خرج هاست که اون یه مبحث دیگه است. شما دفتر میتونین زنگ بزنین 310-205-9000 الان خطم باز هستن اگه میخواین زنگ بزنید. اون که دفتر ما 310-205-9000 اونجا فکر کنم حتما شماره که الان میتونین زنگ بزنید 818-436-2732. اگه سوالی داشته به موضوع خودتون، پس به این نتیجه رسیدیم به طور خلاصه که شما اگر استفاده هایی بردین در این بازار سهام
این استفاده رو ازشون محافظت کنید، مخصوصا تو بازنشستگیتون. مطمئن باشین اینطور نیست که دفعه بیاد پایین بگید من چقدر حساب بازنشسته این بالا بود آمده پایین، مخصوصا شما آیرا سپایرا این رو دارین، مواظبش باشین، تورهای ایمنی بذارین که هر اتفاقی بیفته برای شما اتفاقی نیفته. این خیلی مهمه. راجبه این صحبت کردیم از این استفاده ها و با توجه به اینکه خبرهای بسیار باید گفت منفی در دنیا هستش و الان تورم هم هست، خیلی جالبه که این بازار بالاترین قیمت خودش رو زده، اونم به خاطر درآمد کمپانیایی هستش که انتظار می‌بینین درآمدها هم بهتر و بهتر بشن، امیدوارم بشه، ولی همیشه احتمالش هست که نشه. همیشه تصحیح در بازار هست، کورکشن، تصحیح در بازار همیشه اتفاق میفته. من تقریبا 23-24 ساله که این برنامه رو دارم، شما میبینید که ما 2000-2001 رو با هم دیگه بودیم، تو 1998-2008 رو با هم دیدیم و من فکر کنم که اگه همه رو هم بذارین، من صحبت هایی کردیم قبل از اون یا از خود خدا از ترم واژه کولاک شدن، دریا کولاکه میگفتم، دریا کولاکه، یادم از 2000 و آخر 1992 با این صحبت کردیم. به هر جهت خوبه که شما دفتر ما زنگ بزنید 310-205-9000، به طور کل میتونید صحبت کنید که چی هست، چی دارین، چه چیزایی میتونید انجام بدین، چه حد اهدافی دارین. بعضی وقتا میگم مثل فاینانشال تراپی میمونه، یعنی مثل تراپیه، آدم صحبت میکنه، هر چی شما با میگید کانفیدنشاله، خیلی محرمانه است. تمام کسایی تو آفیس ما هستن انگشت نگاری شدن و ما هیچ وقتم پول رو در خودمون کاستدی نمیگیریم. شما ممکنی حساب داشته باشه، شما برای شما مدیریت کنیم. بعد ما حالا به جز اینایی که گفتیم الان برای شما، اگر شما مثلا مالیات زیاد میپردازین، حساب هست که مالیاتی کم میکنه، اون حساب ها دیگه اونا فیایی به خصوص خودشون رو داره که یه استرکچر دارن، اون فی استرکچر دارن، یه نوع انتخابی هست که شما میکنید. ولی برای همین اگر شما، من یه یادم رفت اینو بگم، اونم دارن نگاه میکنن، یکی از دوستان زنگ زد آفیس من، یه 150,000 دلار در یه آیرا داشتن. من یه الان که به شما میگم دقیقا اینو میخوام بنویسیم، بنویسیم من میتونیم به آفیس زنگ بزنید. دست از سال دیگه ایشو میذاشتن میتونستن 14,333 دلار بگیرن گارانتی برای تمام عمرشون. 14,333 برای 150,000 دلار. دلیلش اینه که بهره‌ها چون بالا رفتن، فرضی که کمپانی‌های بیمه در حال حاضر می‌کنن، هم برای به خاطر اینکه بهره بالا هستن می‌تونن این کارو بکنن، هم برای درصدی که اینکام پرسنتج میگن، وقتی شما درآمد می‌گیرین درصدی از یه پولی رو می‌گیرین که اینکام بیسه، اون یک نوع مکانیزمه و خود اون پولم در شاخص‌های مختلف هست. حالا هر اتفاقی بیفته شما 14,333 میگیرین، حتی اگر بازار بالا نره همینطوری بمونه یا بالا بره، حالا اون پول تو اونجا هم داره رشد میکنه و اگه شما سالانه برمیدارین، اگه اصلا رشد نکنه خب از خود پول برداشته میشه و تا پول اگه تموم بشه، شما از فکر کنید که اصلا بازار بالا نره و شما 4,333 تو 10 سال پول خودشون رو برداشتن، ولی اینو برداشت خواهند کرد تا مادامی که در زندگی هستن و این درآمد خیلی خیال آدم راحت میکنه. من فکر نکنم شما در حال حاضر تو آمریکا، اگه اصلا من نمیدونم، 150,000 دلار بگیرین، 14,333 دلار در سال تضمین شده تا آخرمون بگیرین. البته این آیره بود برای کسی که خارج از آیرا میذارن، حتی اون درآمد میتونی مقدار زیادش مالیات ندین روش. اگه این چیزی که معلوم گفتم برای 150,000 دلار 14,333 دلار تضمین شده از یک کمپانی 100 ساله آمریکا و تنشیدی که تو آمریکا تا حالا دیفالت نکرده، قصور در پرداخت، این کامنویتی بوده به جز اوراق قرضه خزانه آمریکا.
برای همین شما اگر الان سی دی و اینا دارین خب نگاه کنین، خیلی کم میپردازه، بعد روش مالیات هم باید بدیم. مثلا اون اول مثلا برای 150 گفت $600 در ماه از سی دی میگیرم، اینجا شد تقریبا $1,200، چون 14,333 تقریبا میشه 1,200 زبده دوازم میشه 14,400. این خیلی جالبه که شما حالا اونجا شما میتونیم بر نداریم، بذاریم روش بکنه، سال دیگهش درآمد تضمین شدهش بیشتر میشه. من گفتم اگر مثلا یه شخصی یه پول الان میذاره 5 سال از الان میخواد درآمد بگیره، اون درآمدی که خواهد گرفت مطمئنن بسیار زیاد خواهد بود و در اون زمانم قدرش خواهد دونست، و اون هم به خاطر این رفتن بالای بهره هاست و اینکه همچین سیستمی تو آمریکا. از شما آمریکا هستین، از ماشین و کامپیوتر استفاده میکنید، از وسایل نقلیه مالی، اینا میگن فاینانشال ویهیکل، مثل شما ویهیکل این ماشین دیگه، مثل شما چی میگن الکتریک ویهیکل دارین، اینجا هم ریتایرمنت ویهیکله، یک نوع بازنشستگی درست شده، این رو مکانیزم توش هست، Made in USA. این حساب به خصوص باید آمریکایی هم باشین. حالا این حساب خوبیش اینه که شما وقتی که سب میکنید، حالا اون رشد هم تضمین شده است، یعنی جی جی گارانتی گروث. مثلا در حال حاضر یه حساب هست که 20% اول اضافه میشه و 10% هر سال برای اون پایه درآمدی شما، اینکام بیس شما، که وقتی بازنشسته میشین از خود پولتون هرچی شده از اون درصد نمیگیرین، رو این درصد میگیرین که بسیار بیشتر خواهد بود. من آنجلو طالبی براتون آرزوی خوشحالی میکنم. اگر شما راجع به امور مالی سخنی صحبتی دارین، راجع به خودتون زندگیتون و غیره، حتما به دفتر ما 310-205-9000 310-205-9000 زنگ بزنید. وبسایت ما www.bhfinancialplanners.com، اونجا نوشته شده، اون پلنرز هم با حرف درست نوشته بودن. من امیدوارم که تا هفته آینده خوب و خوش باشین. ما شاید این برنامه رو دو بار در هفته بزنیم، ولی زمان کمترش بکنیم، زمانش رو بکنیم 25 دقیقه ولی دو بار. مرجع خانم که مدیر پروگرام های اینجا هستن و ما گفتن این کار رو انجام میدیم، امیدوارم انجام بشه. و شما میتونید به دفتر ما 310-205-9000. روزتان شاد و نیک باد. مشتاقیم به اطلاع بینندگان عزیز تلویزیون پارس برسانیم که آنجلو طالبی و تیم بیورلی هیلز فاینانشال پلنرز هر سه‌شنبه از ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس، علاوه بر تحلیل اوضاع اقتصادی آمریکا و جهان با راهکارهایی برای بهداشت مالی و خوشحالی بیشتر در خدمت شما عزیزان خواهند بود. آیا از شما کلاهبرداری شده؟ نگران نباشید. جعل اسناد، جعل وکالتنامه، جعل قراردادها و حتی جعل وصیت‌نامه و غیره را ما قانوناً به نفع شما پیگیری خواهیم کرد. شماره تماس 818-577-77-59. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است.
جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31 818-344-5050 از شبکه جهانی تلویزیون پارس. نشانه موفقیت پایداری است و نگین با نیم قرن سابقه قدیمی ترین رستوران ایرانی سن‌حوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب ها و خورشت ها با گوشت ذبح حلال. و شنبه شب ها به همراه موزیک زنده و دیجی. تلفن 408-866-6400. سوپرویژن معرف خدمات بینایی و زیبایی شما با تازه های عینک. در رابطه با سنجش بینایی متخصصین سوپرویژن و بیورلی هیلز اپتومتری با پیشرفته ترین دستگاه های کامپیوتری در خدمت شما خواهند بود. با مراجعه به سوپرویژن می توانید زیبایی و بینایی خود را حفظ نمایید. سوپرویژن بزرگترین کلکسیون عینک های طبی و آفتابی در 210 سالت رابرتسون بولوارد بیورلی هیلز. تلفن 310-623-48-48 با پارکینگ رایگان. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت